علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد بنامی خداوندی رحمت گستری برخاسام و بارزی سلام و درود خدمت یکایک که بیننده های عزیز تلویزیون خورشید و علاقمندان برنامه فقهی خانواده، خرسان و خوشحال هستم که شما عزیزان را تا فرصتی که پیش روز با خود دارم امیدوار هستم که ما را تا آخرین لحظات برنامه یاری برسانید. دوستان نهایت عزیز، صحبت من آهسته آهسته به دوره تکامل تربیتی اولاد از تولد تا 24 سالگی میرسه. ما امروز در بخش هفتم جزء اخیر قرار داریم. تمام مراحل تربیتی من را به 8 بخش و هر بخش دارای 3 مرحله و در هر مرحله 3 جزء مهم به بحث گرفته شد. مهمترین حاجت و نیاز اطفال و نوجوانان و مهمترین خطر یا آنچه که تربیت را به خطر مینداخت و مهمترین چیزی که ما باید به اولادمان به اطفالمان بدیم در هر مرحله به بحث گرفته شد. ما در بخش هفتم هستیم و جزء اخیر. در دو بخش قبلی مهمترین نیاز و حاجت نوجوان ها از 19 تا 21 سالگی نیاز ازدواج بود، اگر دختر است اگر پسر، روی از این اشاراتی داشتیم. و مهمترین چیز که در این مرحله وجود داشت یا خطر تربیت در این مرحله، همانا خلا و فراغت وقت و زمان بود، خلای وقت و فراغت بود که در جلسات قبلی در خلال 3 جلسه صحبت داشتیم. و امروز میخواییم دوست عزیز مهمترین چیزی که از 19 تا 21 سالگی به جوانها و نوجوانهای عزیزمان باید بتیم و خصوصا نوجوانها که مخاطب ماست و مربیها و معلمین و پدر و مادر هست، چی چیز را در این مرحله باید به اولادمان یاد بدیم، چی چیز را باید در فکرش، در طبیعتش، در فطرتش، در قلب و روح روانش غرس بکنیم و زرع بکنیم، او را انشاءالله در این جلسه و یک جلسه بعد با شما شریک خواهد کردیم. دوستای عزیز، تربیت اولاد و تربیت جوان و نوجوان یکی از جمله شعائر دین ما و از علایم ایمان ماست. تربیت عبادت است، تربیت طاعت و بندگی است، تربیت وسیله تقرب به خداوند متعال جل ذکره است. هر دقه و هر لمحه عمر پدر و مادری که در فکر تربیت اولادش است، گویا در فکر عبادت بوده و این لحظه و لمحه عمرش عبادت محسوب می شود. پس شما فراموش نکنین با تربیت سالم و درست اولادتان هم میتانین اولاد مسلمان با فرهنگ، با ادب و خدمتگزار جامعه تربیه کنین و هم میتانین عبادت بزرگی را، طاعت بزرگی را انجام داده باشین و خود را به خداوند متعال جل ذکره نزدیک ساخته باشین. مهمترین چیز در جزء اخیر از 19 تا 21 دعوت الی الله، دعوت به سوی خداوند است. چیزی را که باید در این مرحله در فکر و روح و روان اولاد و اطفالمان بتیم، تربیت دعوت است. دوستای نهایت عزیز، جوانهای عزیز و نوجوانان نهایت گرامی، دینی که از جانب خداوند جل ذکره از آسمان ها برای سعادت انسان ها آمده، مسئولش تو هستی. مسئول رساندن این دین و مسئول خوشبختی امت اسلامی و سعادتشان در گوشه گوشه و کنار جهان، تو خواهر و تو برادر گرامی هستی. پس فراموش نکو که تو باید از اهمیت دین خود آگاه باشی و این وجیبه الهی و فریضه الهی که دعوت است، که علما میگه فرض عین است بالای تمام امت اسلامی و کسی که استعداد و توان رساندن دین داشته باشد، اخلاق داشته باشه، فرهنگ اسلامی و تمدن اسلامی را داشته باشه، بر بالایش فرض است. فرض جون نماز و تعداد میگه فرضی کفایی است. اگر گروهی از امت این وجیبه را به دوش میگیره، از دوش دیگر ساقط میشه. ولی جمهور علما و بیشتر فقها و محدثین و مفسرین میگه فرضی
عین است بر بالای امت اسلامی، مخصوصا جوان ها. همچنین جوان باید بداند که ما چی مسئولیت در قبال جامعه، در قبال خانواده و در قبال ای کون دارم تا ای کائنات و جامعه خود را، خانواده خود را به سمت و سوی خوشبختی و سعادت سوق بتم، تا جلوی ناهنجاری ها و بدبختی ها و فساد بگیرم و نائب رسول الله صلی الله علیه و سلم شوم، خلیفه و جانشین پیغمبر علیه الصلاه و السلام شوم. جوان باید بدانه که من مسئول انسان های امی هستم، نادان، انسان های جاهل، انسان های ناخوان مسئولیتش به دوش ماست تا اونا را دانا و دیندار بسازم. جوان باید بداند که من مسئولیت اقتصاد کشورم هستم، مسئولیت صحت کشورم هستم، مسئولیت بازسازی به دوش ما است. اقتصاد اسلامی یگانه ملت و امت فقیر جزیره عرب بود، با آمدن اسلام قوی ترین اقتصاد تشکیل داد. اسلام به خاطر منهدم ساختن اقتصاد نامده که انسان ها فقیر و مسکین باشند. اگر قرار بود که اسلام به خاطر نابودی اقتصاد می آمد، چرا فقیرترین جزیره را به غنی ترین جزیره مبدل ساخت، به پیشرفته ترین جزیره مبدل ساخت؟ و همچنین تو مسئول صحت امت اسلامی استی، باید صحت امت را و مریضی هایشان را علاج بکنی. رسول پاک رهبرت است، قائدت است، امامت است، قدوت است. وقتی از طرف امپراتوری ها برش هدایا فرستاده میشه، یکی از امپراتوری ها برش کنیز و یک طبیب و مقدار تحفه و هدیه میفرسته، پیغمبر هدایاش میپذیره، اما طبیب و یا دکترش را دوباره مسترد میکنه. پیغمبری که تا نیست، یک جزیره مریضه، یک جزیره بیچاره را، فقیره، صحتمندترین جزیره و با فرهنگترین جزیره بسازه، طبیب دوباره مسترد میکنه. امروز با پیشرفت علم و تکنولوژی و با پیشرفت طب در پیشرفته ترین قرن طبی استیم، ولی انوزم سلامی میزنه در مقابل برخی امراض. طب پیشرفته نمیتونه و نمیتونه مشکلات جوانها و مشکلات امت علاج بکنه، ولی پیغمبر طبیب دوباره مسترد میکنه. ما نیاز به طبیب نداریم، جامعه صحتمند تشکیل داد. پس تو جوان مسئولیت داری جامعه را صحتمند بسازی. تو دوست عزیز مسئولیت صله رحمی داری تا در بین انسان هایی که از هم فاصله گرفتن، در بین خانواده ها، خواهر و برادر، در بین پدر و پسر، تو وصل بیاری نه فصل. توی مسئولیت داری. جوان باید بدانه که من در جامعه چی مسئولیت دارم و چی وجایب دارم، چی کارهایی را باید انجام بدم. پیغمبر ما علیه السلام امتی که سالهای متمادی با هم جنگ و دشمنی میکردن، به خاطر یک اسب داحس و غبیرا سالها جنگیدن، هزارها کشته و پشته در هر صفی بجا گذاشت، ولی تا نیست وحدت بیاره، تا نیست اخوت بیاره، اخوتی که سالها در بینشان دیگر نزاع و کشمکش به وجود نیامد. تو جوان مسئولش هستی که باید جلوی بدبختی و اختلافات بگیری. ما را همراهی کنین، بعد از نشر حدیث زود در خدمت قرار میگیریم. عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال النبی صلی الله علیه و سلم السعی علی الارمله والمسکین کالمجاهد فی سبیل الله وبالقائم الليل الصائم النهار. متفق عليه. ابو هريره رضی الله عنه میگوید نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود کسی که در جهت تأمین نیازهای زنان بیوه و مساکین تلاش میکند، مانند کسی است که در راه خدا جهاد می نماید و یا مانند کسی است که شبها را در عبادت بسر می برد و روزها را روزه می گیرد. دوست عزیز شما را دوباره به ادامه بحث من پیرامون تربیت اولاد و نوجوانان از 19 تا 21 سالگی خوش آمدید میگم. مهمترین چیزی که در این مرحله باید به جوانها و نوجوانها بتیم، نزعی دعوت و فکر دعوت و اندیشه دعوتی است و خدمت به جامعه و شناساندن مسئولیت هایشان. به هر حال دوستان نهایت عزیز،
جوان ها باید بدانند که این جامعه فرسوده، این جامعه مسکین، این جامعه فقیر، این جامعه که متاسفانه در همه چیز محتاج دیگر است، سویچ برقشم از دیگر جروشن میشه، مسئولیت اداره از این و خوشبخت ساختن و سعادت من ساختن از این بدوش ما جوان است، بدوش ما خواهر و برادر مسلمان است، تا بتانه این جامعه را یک جامعه روشن، یک جامعه متمدن و یک جامعه پیشرفته بسازد. و این مسئولیت جوان هاست. باید پدر و مادر و مربی به اولاد و نوجوان ها قسمی بفهمانه که ما ریش سفید مسئول نیستم. من که نومیدم زی پیران کهن، اقبال رحمه الله میگه از پیر دیگه نومید شدیم، پیر دیگه چیزی از دست ساخته نیست. بر جوانان سهل کن حرفی مرا، بهرشان پایاب کن جرفی مرا، نوجوانی را که بینم به ادب روزی من تاریک گردد همچو شب، تاب و تب در سینه افزایت مرا، یاد عهد مصطفی آید مرا. پس بر جوانان سهل کن حرفی مرا. این مسئولیت نوجوان است که امروز بتانه اداره کنه کشور، اتفاق بیاره، اتحاد بیاره. پیغمبر در بین دو قبیله متخاصم اوس و خزرج که با استفاده از مکرهای دشمن که عبارت از یهود بود، سالها دشمن یک دیگه بودن، ولی پیغمبر اتفاق اتحاد بود. و امروز تعصب‌های زبانی، منطقوی، سمتی و امثال از اینا که یک ملت بیچاره فقیر و گدایگره به حلقوم خود فرو برده و روز به روز در بدبختی های این ملت افزوده میشه، تو جوان مسئول هستی و تو جوان باید طوری رهبری کنی، طوری مدیریت کنی که جامعه به طرف خوشبختی و سعادت سوق داده شود. تو جوان عزیز مسئولیت دفاع از مقدسات داری، مسئولیت دفاع از دین داری، مسئولیت دفاع از مظلوم داری. او برادرت، او پدرت، او هموطنت که امروز مظلوم قرار گرفت، تو باید در کنارش باشی، تو باید به او چراغ امید باشی. جوانای عزیز، جوان واقعا نقطه عطف ای بحث ماست و تمام مراحل تربیتی به خاطر تربیت کردن یک جوان ممتاز و فوق العاده است تا به جامعه قدم بگذاره و باعث نور و روشنی و امید به این ملت رنجیده و بیچاره شود. پس دوستان نهایت عزیز، باید جوان بدانه که ما امت پیغمبر هستم که وظیفش اتفاق آوردن بود، وظیفش اتحاد بود، وظیفش وحدت بود، وظیفش ساختن مساجد نه ویران کردنش، وظیفش در حقیقت شناساندن ارزش های اسلامی و مقدسات بود، وظیفش در حقیقت بازسازی بود، وظیفش امت سازی و انسان سازی بود، وظیفش در حقیقت اجتماع سازی و خانواده سازی بود. ما امت اون پیغمبر هستم که خرابی را خوش نداشت و ایرانی را خوش نداشت، تبایی را خوش نداشت، میخواست وصل بیه، میخواست اتفاق بیه، میخواست بازسازی شود، میخواست همگی یک خدا را پرستش کنه و همگی دور یک دسترخان باشه، به عنوان برادر، به عنوان خواهر، به عنوان مادر، هر انسان در جایگاه خودش جایگاهی به خصوص خود داشت. مادر در مقام مادری محترم بود، خواهر در مقام خواهری، برادر در مقام برادری، هر کدام جایگاه والی و عالی و والای خود داشت. پس جوان عزیز، تو مسئول یک جامعه فقیر هستی، یک جامعه مسکین هستی، تو مسئول ثقافت هستی، مسئول علم هستی، مسئول سیاست هستی، مسئول حکومت هستی، مسئول عزیزی که بتانی ای جامعه بدبخت و ای جامعه شکست خورده و فقیر به سمت سوی مثبت سوق بدی، خانواده را نجات بدی، سیاست را نجات بدی، جامعه را نجات بدی. پس جوان عزیز باید بدانی که به انحرافم جامعه به انحراف میره، به فسادم جامعه فاسد میشه، به صلاحم جامعه صالح میشه، هر تلاشم، هر زحمتم در ای جامعه ارزش بالا میبره، قیمت ای جامعه را بالا میبره. امروز پول افغانی ارزش نداره، امروز خون افغان ارزش نداره، امروز خاک افغان ارزش نداره، زحمت تو جوان ای ارزش از دست رفته را برمیگردانه، زحمت و تلاش تو نو جوانی که 20 هستی، 21 ساله هستی، 22 ساله هستی، میتانی جامعه را با ارزش و با قیمت بسازی. پس دوستای عزیز، اگر تو جوان نتانستی خود را بشناسی و مسئولیت های خود را، اهمیت دین خود و اجتماع و جامعه خود را و ملت خدا، پس جامعه به سمت سوی هلاکت میره. ما از کی انتظار داشته باشیم؟ از دو انسانی که فقط هم مغمش به دست آورده یک مشپول، دو انسانی که هم مغمش فقط
دفاع از رسم رواج ها و انعنات بیهوده و فرسوده. پس تو جوان مرجع امید استی، تو جوان محل امید استی که ما به تو امید بستیم و جامعه به تو نیاز داره تا بتانی جامعه فرسوده بیچاره را نجات بدی و همکارش باشی، مدافعش باشی و در کنارش قرار بگیری. کتاب فقه و دعوه، کتاب بیش قیمت از دکتر محمد عموش. این کتاب بیش قیمت دوستای عزیز، از چهار روشش من میخوایم استفاده کنم. چگونه یک جوان میتونه دعوتگری خوب شوه؟ چگونه یک جوان میتونه موفق شوه در دعوت خود؟ چگونه یک جوان میتونه و یک نوجوان برابر از خواهر و برادر از مسئولیت های خود درک کنه که ما به خاطر چی آمدیم؟ شکم پر کردن، خواب شدن، بیبندوباری، حرج و مرج؟ نه خیر، باید بدانه مسئولیت خود را. به چهار نکات به شکل مختصر انشاءالله در این جلسه و جلسات آینده تماس میگیریم. با استفاده از این چهار نکات انشاءالله ما میتونیم یک دعوتگر موفق و یک کسی که مسئولیت شناس و مسئولیت پذیر باشه بار بیاییم. ما را همراهی کنین بعد از نشر یک حدیث. زود در خدمت قرار میگیریم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. أبو هريرة رضي الله عنه ميگويت نبي اكرم صلى الله عليه وسلم فرمود: مسلمان دچار هیچ گونه خستگی، بیماری، نگرانی، ناراحتی، گرفتاری و غمی نمی شود مگر اینکه خداوند به وسیله آنها گناهانش را می بخشد. حتی خاری که به پایش می خلد باعث کفاره گناهانش می شود. دوستان حت عزیز، شما را دوباره به ادامه بحث من پیرامونی تربیت اولاد از 19 تا 21 سالگی خوش آمدید میگم. جزء اخیر من قابل بحث است که گفتیم چی باید در این مرحله، چی چیز را به اولاد من زرع بکنیم و غرس بکنیم، دعوت به سوی خدا و شناساندن مسئولیت های دینی، ایمانی و اجتماعیشان. با استفاده از چهار روش، کتابی که معرفی کردم فقه و دعوه از دکتر محمد عموش، از این کتاب حتما استفاده کنین، خصوصا جوانها و نوجوانها و علمای امت. اولین چیزی که جوان کمک میکنه و جوان با احساس تبارز میکنه و بزرگ میشه، دوستای عزیز، آماده ساختن روحی، آمادگی روحی. جوان را روحن و قلبن آماده بسازیم. چگونه آماده بسازیم؟ جوان عزیز، نوجوان عزیز، اگر خواهر هستی، اگر برادر هستی، ما در یک جامعه قرار داریم که متاسفانه امنیت نداره. در یک جامعه قرار داریم که همه بدبختی ها دامنگیر ماست. نوجوان، تو یک طبیب هستی، تو کسی هستی که ما به تو امید داریم. ما در یک جامعه هستیم که هیچ چیز نداریم. فقر بیداد میکنه، ناامنی بیداد میکنه، ظلم و تجاوز، سودخوری، رشوت، تعدی، فحشا، فساد اخلاقی، مخدرات، انواع از این متاسفانه امروز با تمام قوتش وجود داره که به خاطر یک نوع بدبختی یک امت نابود میشد. امروز بدبختی با تمام انواعش وجود داره. ما در ساعت نیستیم، ما در فراخی نیستیم، ما نباید وقت خود ضایع کنیم. نوجوان عزیز، وقتی بدانه که امروز جنجال ها و بدبختی ها، مسلمان کشی و برادر کشی و حتی یک خانواده دشمن خانواده دیگر است، یک امت امتی دشمن امت دیگر است و یک خواهر دشمن خواهری دیگر است، پس فکر نمی کنم نوجوان در این تو شرایط مصروف زیادی وقت عمر اخلاق باشه، مصروف شب و روز مصروف شنیدن موسیقی باشه، شب و روز مصروف شنیدن افلام مبتذل و سریال های خانمانسوز باشه. ما فکر نمی کنم وقتی جوان بدانه که ملتم به طرف غرقاب مواجه است، چرا قصد میکنه که غرق شوه و تمام بدبختی از حلقوم این ملت گرفته، پس نوجوان حتما به مطالعه روی میاره، حتما به تحقیق روی میاره، حتما دنبال علاج میره که این ملت رنج دیده را من باید علاج کنم.
ما باید از این بدبختی بکشم. نوجوان اگر بدانه که امروز کفر و الحاد افکار و اندیشه های متعدد سر بلند کرده، یک تعداد ملحد شدن، یک تعداد زندیق شدن، یک تعداد کمونیست شدن، یک تعداد فیمینیست شدن، یک تعداد دیگه آمدن سیکولار شدن، باید جلوی از این را بگیریم. نوجوان باید بدانه که آیا راه الامیس که انسان کمونیست شود، آیا راه علاج و نجات ای خاک و ای خطه زیبای مظلوم امیست که ما باید دنبال انسانهای بیدین بریم، دنبال الحاد و کفر و ظلم و بربریت بریم؟ باید بدانه. و همین رقم تعداد آمدن زن پرست شدن، تعداد آمد شهوت پرست شدن، تعداد آمدن دلار پرست شدن، تعداد آمد چوکی پرست و قدرت پرست شدن. نوجوان اگر بدانه که ما در قبال این جامعه مسئولیت دارم، حقیقتا بیدار میشه. پس وقت برای زیای عمر پیدا نمیکنه، وقت برای زیای وقت پیدا نمیکنه. نوجوان میفهمه که من یک قوت ایمانی دارم، یک قوت دینی دارم و خداوند پشتیبانم است. خداوند این تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اگر شما دین خدا را نصرت بدین، الله شما را نصرت میده، الله شما را کامیاب. این وعده خداست. و همین رقم افکار مختلف نشان دادن فیلم های اوریان، تصاویر برهنه از برای خدا، چیگه پس تمدن است، پیشرفت است. بلیاز خدا و قرآن، تو اگر منطق داری، تو اگر فرهنگ داری، تو اگر علم داری، کدام مشکل امت با برهنه ساختن زنان و دختران حل میشه؟ کدام سرک جور میشه؟ 14 تار برهنگی آمد، کدام خاک ما جور، کدام پل پل چک ما جور شد، کدام درد ما دوا شد، کدام مشکل امت حل شد؟ باید جوان بدانه که برهنگی تمدن نیست، فحش است، ابتذال است. برهنگی و نمایش گذاشتن تصاویر خواهرای ما و مادرای ما، خانواده های عفیف و پاکدامن ما، ای هیچگاه نمیتونه تمدن بیاره، هیچگاه نمیتونه ارتقا بیاره، رشد بیاره، رشد دینی و رشد اجتماعی، رشد سیاسی و رشد اقتصادی بیاره. پس دوستای عزیز، باید جوان ما بدانه که امروز اخلاق اسلامی در انحلال و شکست قرار دارد. امروز در پسترین مرحله از فحش قرار داریم، از ابتذال قرار داریم، از متاسفانه مرض عیاشی و فحاشی قرار داریم. اخلاق ما در حال انحلال و شکست است و سقوط است. حیوان میخه عورتش پت باشه، حیوان، خر، مرکب، حمار میخه عورتش پت باشه. انسان مقدس است، عورت انسان مقدس است، شرمگاه انسان مقدس است، ای باید حفظ شود. کرامت انسان ایجاب میکنه. برابر است که پیروی دین عیسی باشه، پیروی دین موسی باشه، پیروی دین محمد باشه، تمام ساکنین روی زمین پیروی این سی دین است، اکثریتش پیروی سی دین است. در کدام دین آمده؟ آیا دین موسی اجازه میده انسان برهنه باشه؟ آیا دین عیسی اجازه میده؟ در هیچ دینی نامده، حتی در دین بودایی و یهودی نامده که انسان برهنه باشه. قداست و مکانت و کرامت انسان ایجاب میکنه که انسان باید پت باشه، انسان باید برهنه نباشه. نوجوان ما باید بدانه که این دین نیست، این برهنگی دین نیست. دشمنانی که آمدن زن به صحنه آوردن، زنان برهنه را، این دین نیست، این فحش است. و میرقم جانب دیگه هم باید جوان بدانه، این کسی که میکشه، این کسی که قتل میکنه، کسی که انتحار میکنه، کسی که انفجار میکنه، این دین نیست. اینا نباید نام دین سرش بگذاریم. کسی که انسان هم میکشه، کدام درد امت با 14 سال قتل و انتحار حل شد؟ آیا جلوی فساد گرفته شد؟ آیا جلوی ناامنی گرفته شد؟ آیا اقتصاد من تامین شد؟ نه خیر. و همچنین نوجوان باید بدانه که دین 5-6 رکعت نماز نیست، فقط در یک گوشه یک اقتداد بیطرف بشه باشه و منزوی باشه، در یک گوشه بشینه و تسبیح به دستش تمتریق و تمتریق بندازه، بگه دین اینمیست که یک انسان در یک گوشه بشینه و فقط عبادت کنه و نماز بخونه و روزه بگیره. نه خیر، این هم دین نیست. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت را نهن آدمی. تو باید در فکر غم دیگرا باشی. یک افغان که در یک گوشه افغانستان و در یک گوشه جهان اسلام یک مسلمان درد داره، رنج داره، در مصیبت است، تو باید در غم شریک باشی. این دین است. دین اویست که در فکر راحت دیگرا باشی. رسول پاک صلی الله علیه و سلم می فرماید، چی زیبا می فرماید، انسانی که در فکر رساندن نفع به دیگراست،
انسان مسلمان اموز. من نماز میخوانم ولی قرآن مرا لعنت میگه اگر در فکر دیگران باشم. دوست عزیز، اسلام تنها نماز نیست، انسان اسلام تنها روزه نیست. خداوند در سوره ماعون میگه فویل للمصلین، هلاکت باد بر توی که نماز میخوانی. الذین هم عن صلاتهم ساؤون، الذین هم یراؤون و یمنعون الماعون. کسی که ماعون منع میکنه، کسی که رساندن خیر منع میکنه، کسی که به مردم نفعش نمیرسه، هلاکت باد بر این رقم نماز، هلاکت باد بر این رقم روزه ای که نماز میخوانی ضررت به دیگران میرسه، نماز میخوانی روزه میگیری باعث آزار و اذیت دیگران میشی. پس این نماز قرآن لعنت میگه. پس هم نماز است، هم خیر رساندن است، هم نفع رساندن است، و هم گرفتن دست مظلوم است، و هم خدمت به خلق خدا و جامعه انسانی و بشری است. پس دوستای نهایت عزیز و گرامی، نوجوان باید بداند، نوجوان باید آمادگی روحی پیدا کند تا مشکلات جامعه خود، مشکلات فقر، مشکلات اقتصاد، مشکلات اخلاقی، مشکلات سیاسی و خانوادگی خود تشخیص کنه، تا بتانه با استفاده از انرژی و نیرویش جامعه را به سمت سوی خوشبختی سوق بده. سه نکات دیگه انشالله در جلسات آینده با شما شریک میکنم. از اینکه تا آینده ما را همراهی کردین از همتان صمیمانه تشکری میکنم. شما را به الله بنیاز تا دیدار بعد و برنامه بعد میسپارم. الله نگهداری همتان.